به همه شما دوستان عزیز و محترم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید فراد متقی هستم خبرنگار و مستقل و آزاد که بازم با اخبار 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستم میدارم که این تلاش مورد پسند در رضایت شما قرار بگیره قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع کنیم ازتون تقاضا دارم اگه تا حالا در کانال سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید ویدیو رو لطفا لایک بزنید و در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید بریم سراغ اخبار امروز که خیلی طولانی هم نیست سرتون خیلی درد نمیارم ولی همونطور که از روی کاور هم دیدید یک بخش بسیار بسیار جذاب خاص در بخش آمریکا هم داریم که امیدوارم اونم از دست ندید تا انتها برنامه رو بیننده باشید اما دیدار گانس و سالیوان دیدار بسیار حساسی بوده بین دو حالا مقام مسئول تأثیر گذار در دو کشوری که میتونیم بگیم متحد مردم ایران و علیه نظام اشغالگر ظالم و ستمگر مستقر در ایران هستن بحثشون هم مشخص کلا اینو وقتی به هم میرسن فقط میگن آقا این جمهوری اسلامی رو چیکارش کنیم یعنی هرچی هست در مورد همون مسئله میچرخه و افزایش نگرانی ها درباره برنامه ای جمهوری اسلامی و بسته شدن پنجره مذاکرات بین تهران و واشنگتن برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار کرد و درباره افزایش همکاری های امنیتی برای مقابله با تهدید هسته جمهوری اسلامی گفتگو کردن این گفتگوها که تقریبا میتونم بگم از زمانی که جو بایدن بود هنوز بود بعدش هم بود هنوز هم هست یه مدت بود که هفته یه بار اینا میرفتن اسرائیل هفته یه بار اونا میومدن آمریکا و همینجوری رد و بدل و پینگ پونگی بود آخر ما نفهمیدیم آقا بالاخره اسرائیل میخواد کاری بکنه ما چه میدونم دنبال زدن سر اختاپوس بودین ولی سرشو که نزدن اون پاهاش هم نزدن در حقیقت با ناخونگیر ناخوناشو گرفتن ما گفتیم دو تا حرکت حرفه‌ای مشتی میزنن که نظام حواسش اونوری پرچه مردمتونن مردم تونن راحت تر بیان تو خیابون و اتفاقات مهمو رقم بزنن اونام هم نه انگار حالا خیلی تک دارن دانشمند و اینوری و اونوری و فلانو میرن اینا به بازوهای اختاپوس هم فلان نمیخوره به گزارش جروزالم پست این دیدار جمعه 31 تیر در حاشیه اجلاس امنیتی اسپن برگزار شده و در تقویت همکاری های منطقه بین دو کشور بخش عمده ای از گفتگوهای این دو مقام ارشد آمریکایی و اسرائیلی بوده بنیگانس در این زمین خاطر نشان کرده گفتگو بر محور افزایش همکاری های دفاعی بین اسرائیل و آمریکا برای مقابله با تهدید ایران متمرکز بوده من فکر می کنم که اسرائیل عمده بحث حالا مبارزه یا دفاع در برابر جمهوری اسلامی رو دیگه از بس حمله به نظر میاد اومده بیرون و داره سعی میکنه دفاع چند لایه در کشورهای عربی هلوش ایران بذاره که مثلا موشکی که میاد بالا رو هوا بزننش اصلا به سمت اسرائیل هم نرسه چون بازم میگم زدن سر اختاپوس یعنی کلا دیگه میمرد اختاپوسه حداقل اگر بازوهاش هم میزدن باعث میشد که مثلا بگیم آقا یه بازوی سپاه قدس خورد دیگه حسیات یمن ول مثلا ولی این اتفاق هم نیفتاده به گفته جرزالم پست سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل و پادشاهی عربی سعودی نیز یکی دیگر از موضوعات و گفتگو بین وزیر دفاع اسرائیل و مشاور امنیت ملی آمریکا بود جو بایدن که در جریان این سفر در نشست جده شرکت کرده بود تصریح کرده بود آمریکا به جمهوری اسلامی اجازه نمیده که باعث بی‌ثباتی در منطقه شده و خاطرنشان کرد واشنگتن پشتیبانی لازم از همپیمانان خود در خاورمیانه رو به عمل خواهد آورد این صحبت که جو بایدن زده بوده بعد از خوردن اون قرصا بوده که میگن جیل بایدن بهش میداده که اصلا بیدار باشه و آدم ها رو بشناسه و غیره مسلما وقتی همچین آدمی عروسک که خیمه شب بازی رو میبرن پشت میکروفون صحبت میکنه هیچ کسی هم در هیچ جای دنیا ازش حساب نخواهد برد سران شرکت کننده در پایان اجلاس جده نیز با صدور بیانیه مشترکی تحت عنوان بیانیه اجلاس جده حمایت کشورهای مطبوع خود رو از معاهده عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای و به منظور منع انتشار سلاح هسته‌ای در منطقه ابراز داشتند. شرکت کنندگان از جمهوری اسلامی ایران خواسته بودند تا به طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین با کشورهای منطقه همکاری کنه تا منطقه خلیج فارس آری از تسلیحات کشتار جمعی بماند امنیت و ثبات منطقه بین‌المللی حفظ بشه اسلامی که کلا کاری نداره بهش چی بگن درخواست همسایه نمیشناسه اینا مادر پدرم نمیشناسن چه برسه به این چیزا همون مسیری که بود دارم اونجوری گاوار داره میره جلو اما این وسط ها نور نیوز اومده یه ادعایی کرده ادعاش خیلی جالب شبکه موساد میگه قبل از انجام عملیات در اصفهان خونسا کرد از این جهت جالبه که اسرائیل به تو خاک جمهوری اسلامی سردار سپا میگیره میچسبونه قبضه دیوار ازش اعتراف میگیره اعتراف رو پخش میکنه اینا میگن ما موساد رو گرفتیم نه عکسیه نه فیلمیه نه آدرسیه فقط اسم استان توش اومده یک روز بعد از اطلاعیه وزارت اطلاعات که در اون مدعی شده یک شبکه جاسوسی و عملیاتی اسرائیل رو در داخل ایران خونسا کرده وبسایت امنیتی نور نیوز یکشنبه دوم مرداد مدعی شد شبکه موسا قبل از انجام عملیات در اصفهان خنسا شد از این قوپیای علکی که مصرف داخلی داره قبل از انجام کدوم عملیات چند نفر بودن کی بودن دو تا عکس از یارو نشون بده آقا ما یکی اگه فرات خیابون دیدیم بگیم آقا قیافه شبیه یارو موسادیه بود بدونیم خب نور نیوز که شورای امنیت ملی ایران نزدیک مدعی شده وزارت اطلاعات در حالی اعضای شبکه عملیاتی اسرائیل رو دستگیر کرد که آنها مواد منفجره شدید الانفجار این هم خیلی مهمه آقا مواد منفجره شدیدالانفجار انفجار و محل مورد نظر خود کار گذاشته شده تنها چند ساعت به اجرای مرحله نهایی عملیات آنها باقی بوده این اصلا تو ذهنتون میاد از اون ور امین داره دارد میزنه حاجی و چند ساعت مونده یارو داره عرق بیشونش پاک میکنه سیم قرمه سبز کدوم 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 از این داستان کاملا بیس خبر نگاه میکنی سه خنددار شدید الانفجار چی آقا مواد منفجره واحد داره چی بوده اینجایی که قبل منفجر کنن چه میدونم سایت هسته ای بوده سایت موشکی بوده تو جیب بغل فرمانده سپاه فلانجا پیدا کردید هیچ توضیحاتی نداره از محل این عملیات جزئیات منتشر نکرده نون نیوز اما نوشته جایی در استان اصفهان که راحت میدونیم الان صاف میتونیم بریم همونجا اصلا پیاده شیم خودمون یه بازده میدانی هم داشته باشیم کلا آدرس های جمهوری خیلی جالبه اصفهان کجاش همونجاش بر اساس ادعای نور نیوز شبکه فوق از ماها قبل در یک کشور آفریقایی تحت آموزش سازمان جاسوسی اسرائیل بوده عملیات خودش رو با سازی و تمرین کرده سپس از طریق اقلیم کردستان عراق وارد ایران شده جالبه بازم نشونی خیلی دقیق یک کشور اروپایی نماش کشور اروپایی تحت آموزش بوده یه چیزی رو من بگم،, بگم تا حالا در داخل خاک جمهوری اسلامی هیچ عملیات اسرائیلی به دست غیر انجام نشده این موساد کسی زده همون بر بچه های سپاه خودیا ها زدن دیگه حالا عدداشون فرق داره هزار تا بیشتر میگیره کمتر میگیره اینا هم خودشون آموزش ها رو خود جمهوری اسلامیشون داده اینجوری نیست که یارو وردارن ببرن آفریقا بخوان آموزش بدن که وردارن بیارن اینجا کار بذاره هیچ کدوم از این اتفاقاتم اتفاقات خلق و سایه نبوده یعنی مثلا وقتی نتنزین اتفاق افتاد گفتن آقا یه میزی اونجا بوده که تو این میزه از مثلا زمانی که اونجا رو میساختن و میز اونجا بوده توش بوده اینا فقط منتظر بوده که فعال بشه که فعالش کردن و منفجر کردن یعنی این یه خالی بندی خیلی شدیده که اسرائیل یه سر آدم ورداشته بوده آفریقا آموزش داده بعد ورداشته آورده خب این تا حالا هیچ اثری از این اتفاق نبوده تمامه بازم میگم همه اتفاقاتی که در داخل افتاده حتی این سیاد خدایی که کشتن یکی از دلایلی که درگیری پیش اومد بین شورای امنیت ملی و وزارت اطلاعات همین بود دیگه به وزارت اطلاعات گفتن بگو ما گرفتیم بگو کیو بگیم گرفتیم ماشینی که کوچه رو بند آورده بود که اومدن موتوری شلی کرده ماشین شماره شماره برای خودرو سپاه بوده وایساده بوده یعنی خودی به خودی زده بوده مثلا پروژه سا پروژه کی بوده دیگه خودتون میدونید آخر وزارت اطلاعات وقتی اعلام نکه شورای امنیت ملی اومد زد ما گرفتیم در صورتی که اصلا شورای امنیت ملی کاری نیست اونجا اصلا بازوی اجرایی نیست که بره بگیره و این بحثی که آقای در برن تو آفریقا آموزش بدن بردارن بیارن اگه ایرانی بوده باشن که وسط روی کشوری پیاده میشن اونجا پناهنده میشن اگر ایرانی نبوده باشن که مگه غیر ایرانی به این راحتی میتونه بیاد بره یه جایی مواد منفجره جا بزنه اصلا غیر ایرانی پاش برسه تو ایران میگیرن میگن جاسوسه حتی میخواد پیرزن 60 ساله باشه اما پادشاه اردن که تا حالا خیلی پرش به پر جمهوری اسلامی نگرفته بود و تقریبا یه 20 روز پیشم صحبتی کرده بود گفتن ما با جمهوری مشکلی نداریم الان تقریبا میتونم میگم از حلقش داره فقط فریاد میزنه بیرون گفته با حملات مرزی شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی مواجهیم عبدالله دوم پادشاه اردن تاکید کرده که کشورش با حملات منظم شبه نظامیان مرتبط با ایران در مرزهای خود مواجه و نسبت به تغییر رفتار تهران ابراز امیدواری کرده حالا عبدالله دوم داره خودشو گول میزنه فکر کنم عبدالله پنجم هم اگه بیاد رفتار جمهوری اسلامی عوض بشه نیست اصلا اینا غیر زور که چیز دیگه نمیفهمن پادشاه اردن در مصاحبه با ارعی ار روزنامه دولتی اردن که یک شنبه امروز دو مرداد منتشر شد درباره عملیات قاچاق مواد مخدر و اسلحه که به بیان او ما و برادرانمون را هدف قرار میدهد و نیازی به پیریزی سیستم اقدام دفاعی نهادی عربی برای مقابله با منابع مشترک تهدید هستیم صحبت کرده عبدالله دوم گفت همونطور که قبلا در چندین مورد تأکید کردم دامنه مداخلات جمهوری اسلامی شامل کشورهای عربی شده امروز ما با حملات منظم شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی به مرزهای خود مواجهیم اضافه کرده امیدواریم شاهد بروز تغییر در عملکرد جمهوری اسلامی باشیم و این امر باید در عرصه میدانی محقق باشه زیرا در راستای منافع همه ای طرف و در منطقه از جمله ایران و مردم ایران قرار دارد متاسفانه زل سومش رو فراموش کرده این ایران و مردم ایران و جمهوری اسلامی منافع جمهوری اسلامی اینه که جنگ و را بندازه دیگه این ایران و مردم ایران خیلی رفتی به جمهوری اسلامی نداره اصلا جمهوری اسلامی هدفش ایران و مردم ایران نیستن اگر که عبدالله دوم نفهمیده امیدوارم عبدالله چهارم پنجم شیشم هفتم اینا بتونن اینو متوجه بشن بعدم اینکه بروز تغییر در عملکرد کی آخه آقا برادر من آتیش باید بسوزونه آب باید خیس کنه نمیتونی از آتیش توقع خیس کردن داشته باشی که جمهوری اسلامی یه نظام قاتل و تروریست 43 سال مردم خودشو داره میکشاله شما فکر میکنی که مثلا با روی گشاده و لبخند شما سیبیلای چخماقیت مثلا بیاد رویش عوض کنه سنگین ترین تحریم ها روش بوده وحشیه میگه از خون مردم رو دارن. میفروشم خرج میکنم که تحریم ها به این فشار بعد شما توقع دارید که بیا تغییر روی کرد بده اینم به نوبه خودش جالبه اضافه کرده گفته ما خواهان تنش در منطقه نیستیم اردن و همه کشورهای عربی خواستار مناسبات حسنه با ایران مبتنی بر احترام متقابل حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی هستند رو جفت چشهای قشنگمون ایران آزاد میکنیم عین همونجوری که قبل از شورش 57 بود ایرانی مبتنی بر اینا و خیلی چیزهای دیگه که قبلا داشتیم و در ادامه هم خواهیم داشت میسازیم اون موقع ما هم دست برادری به سمت شما قطعا دراز خواهیم کرد ولی تا اون موقع کمک کنید که ما بتونیم با کمک همدیگه مردم ایران و همچنین کمکهایی که شما میتونید در خارج از کشور بکنید با ترد کردن این نظام کثیف با تحریم کردن این نظام خونخوار بتونیم نظام رو سرنگون کنیم اما یه خبر بسیار جالب براتون دارم اونم اینه که رئیس سرویس اطلاعاتی اوکراین گفته پوتین در سفر به ایران احتمالاً از بدل استفاده کرده. آقای کاریلو بودانوف رئیس سرویس اطلاعاتی اوکراین اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر هفته گذشته خود به ایران احتمالاً از بدل استفاده کرده. به گزارش وبسایت نیویورک پست بودانوف با اشاره به حرکات بدن پوتین هنگام سفر به تهران گفت لطفا به لحظه که پوتین از هواپیما خارج میشه نگاه کنید آیا این پوتینه؟ بودانوف به شبکه تلویزیونی وان پلاس وان اوکراین گفت حرکت ناگهانی پوتین و رفتار غیر کاریزماتیک او در جریان سفر به ایران نشانگر اینه که این فرد پوتین نبوده منابع اوکراینی نیز با ارائه تحلیلی از زبان بدن پوتین به پایگاه خبری سان اطلاع دادن رئیس جمهور روسیه که گفته میشه از بیماری سرطان رنج میبره رفتار متفاوتی از خود در جریان سفر به تهران نشون داده این میدونید دومین سفر بین المللی پوتین بود از بعد از شروع جنگ اوکراین یک کانال تلگرامی مخالف با پوتین هم تحت عنوان جنرال اس وی آر که به گفته نیویورک پست دارن توسط یک سفارت سابق سرویس اطلاعات خارجی روسیه داره میشه قبلا ادعا کرده بود که با توجه به بیماری که حالا پوتین داشته و احتمال انجام عمل جراحی بر او بدل پوتین در حالت آماده باش قرار گرفته تا در صورت نیاز از اون استفاده بشه پوتین دو سال گذشته ادعا کرده که در اوایل دهه 2000 به او پیشنهاد شده بود که به دلیل امنیتی یک بدل استخدام کنه که میگه من این پیشنهاد رو رد کرده بودم اما تفاوت‌های زیادی بین حالا پوتین های مختلف که عکسهاش بیرون اومده قابل مشاهده است بعضیش به حدی مشخصه که این چهره عوض شده که نمیشه در موردش خیلی کتمان کرد همین اتفاقاتی که در مورد خامنه ای هم هست در مورد بایدن که اوه هزار تا انقدر که دیگه گفتن این بایدن رفته جراحی پلاستیک کرده یعنی اگه یه جاش فرق میکنه چون عمل زیبایی انجام داده معمولا اکثرا دارن صدام هم داشته فیلمش هم اومده بیرون پسر صدام هم دابل داشته چه خود صدام اصلا بعید نیستش که پوتین بدل داشته باشه بازم میگم تصاویری که ازش هست اگر شما همین پوتین دابل بادی رو سرچ کنید در اینترنت عکس مختلف میان عکسایی که یا تصاویری هم که دیده بودین، بعضیاش شک برانگیزید من خودم یه از عکساشو که یه لبخند خیلی ژوکندوار داره به خامنه‌ای میزنه رو قصدی گذاشتم و حالت صورت رو مسخره کردم به نظر من عجیب بود این صورت صورت طبیعی پوتین نبود اصلا پوتین انقدر ولنگواز و شل نمیخنده یه نگاه خیلی عجیب و غریب بود بینشون چون همیشه در همه حال یه حالت جذبه مانندی میخواد مثلا تو داستان خودش داشته باشه ویلیام برز سازمان مدیر سازمان سیاه آمریکا این هفته گفته بود تصویر پوتین نشون میده که در سلامتی کامل به سر میبره این در حالی که مقامات اطلاعاتی آمریکا قبلا گفته بودن رئیس جمهور روسیه مطالبه سرطان و وضعیت جسمیش رو به وخامت حالا من احتمال میدم که این میر شونه. یعنی میر بایدن و میر تاهر و اینم احتمال میر پوتین بوده که دیدن داره سالم میره الان این وضعیت هم این از هواپیمایی که میاد بیرون چند قدم میدوه و خیلی شاد و سر حال میگن آقا این یارو سیستمش نمیخوره که با اون یارو یکی باشه اما بریم سراغ اتفاق عجیب و غریب و اتفاق بسیار حساس و هیجان انگیز کنگره و نانسی پلوسی که بالاخره افشا شد و خود دموکرات هم به علیه شمشیر کشتن بریم رو ببینیم We're learning tonight Democrats on Capitol Hill are angry. میگه خب امشب شنیدیم که دموکرات های سنا خیلی عصبانی هم well, they're always angry. But this time they're angry at Speaker Nancy Pelosi. میگه خب اونا همیشه عصبانی هن. ولی این بار از رئیس مجلس نانسی پلوسی عصبانی هن. A new report says House Democrats are baffled by Pelosi's effort

اونا ظاهرا تلاش کردن یه جری پلوسی بپیچونن تا بزنن لایحه به صحن مجلس راه پیدا کنه اما پلوسی میخواسته که این لایحه همونجا در نطفه خفه بشه This is coming just after husband, P. Hit the Again. این اتفاق دقیقا بعد از اون افتاد که همسر نانسی پلوسی پاولی پی دوباره جکپات زد حالا جکپات زد منظورش اینه که دوباره یه سود خیلی خفن سر سهام و اینا زد به جیب after buying up shares of a company directly impacted by the new chip bill. بعد از اینکه مستقیما رفت سهام شرکتی و خریدش که تحت تاثیر این لایحه چیپ های کامپیوتری مستقیما قرار گرفت تا الان چندین برابرم شده. Earlier today, when Nancy was asked about her conflict of interest, she angrily walked away. Watch. امروز بعد از دار وقتی از نانسی پلوسی در مورد تضاد منافع پرسیدن خیلی عصبانی شد و راشو کشید رفت بدونه که سوال جواب بده نگاه کنین uh, no. طرف ازش میپرسه در طول دوره کاری شما تا شده شوهرتون uh, یه سهامی رو بخره یه معامله در بازار سهام انجام بده که پایه اون اطلاعاتی باشه که شما از مجلس به خونه برده باشید میگه نه Absolutely not. میگه به هیچ عنوان فقط زبان و بدن رو دیدید میگه و این پایان کنفرانس خبری بود میگه احتمالا نانسی فانتسی یعنی نانسی فانسی یعنی نانسی جیگوله دوست داره ما اینجوری فکر کنیم که خیلی خرشانسن که مثلا شوهرش پول میتونه تمام حالا قراردادهای سوداور استاک مارکت بدون کوچکترین خطایی همه رو قرارداد ببنده و میلیونی پول به جیب بزنه drops a million dollars into Tesla, Biden miraculously announces a new deal. میگه مثلا یه میلیون پول میذاره تو تسلا بعد یهو به طرز اجباری بایدن میاد یه قرارداد جدید با تسلا میبنده. Splash almost 6 million on Microsoft, government hands them a juicy 10 billion dollar contract. یه 6 میلیون دلار میپاشه تو سهام مایکروسافت بعد یا دولت میاد یه قرارداد نوآبدار 10 10 بیلیون دلاری میبنده با مایکروسافت میاد 20,000 shares of a, the a 52 میاد 20, تا سهام شرکت تولید چیپ یا همون تراشه رو به نام انویدیا میخره بعد بلا فاصله 52 Polly P must just be the luckiest man in Napa. Right, Nance? میگه, uh, Polly P, Na, is a former Democratic congresswoman and a presidential candidate. All right, Tulsi, you were in the House. You know how this deal is. The natives are restless, as they say. Is Nancy losing her grip on the house? خب در خدمت تولسی گابارت هستیم عضو دموکرات سابق کنگره نامزد ریاست جمهوری خیلی خب تولسی تو خود در مجلس بودی میدونی که این داستان ها چجوری میره جلو دموکرات ها به قول خودشون خیلی بیقرارن الان به نظرت نانسی کنترل خودش رو روی هاوس از دست داده؟ Uh, we'll see. We'll see about that. But what we're seeing here, Jesse, is the same thing that I saw when I was in Congress is this blatant corruption uh, being exposed in broad daylight. The system is rigged. We have people in positions of power to pass legislation. I <laughs> این فساد آشکار در روز روشنه سیستم سیستمیه که فاسد شده ما افرادی رو تو مسنده قدرت داریم که قانون تصویب کنن Uh, to enact new policies they can see okay hey here, here's the industries or companies that will benefit from this i'm going to go and make these investments buy this stock or that stock or have my husband or wife do it and then make money uh, in the process i introduced legislation to ban this mm. to make it so that no member of congress or their spouse uh, or senior staffers for that matter would be able to conduct what what is illegal which is insider trading اونا برای تصویر سیاست جدید میتونن خب این مسئله رو ببینن ببین اینجا صنایع شرکت های هستن که از این لایه ها سود میبرن اینا به خودشون میگه خب من میدم این سرمایه گذاری رو انجام میدم این رو میخرم یا اون سهامو میخرم یا از همسرم یا از شوهرم میخوام که این کار رو انجام بده و تو فرایند پول میزنم به جیب من قانون رو برای ممنوعیت این موضوع قرار معرفی کنم تا هیچ یک از اعضای کنگره یا همسر یا حتی کارمندای ارشدشون نتونن چنین کاری انجام بدن این کاری که به کاملا غیر قانونیه همه جا بهش میگه تجارت داخلی What is even more dangerous than what we're seeing here is that we have members of congress who are investing in companies or industries that will benefit from a new cold war or conflict for example. خیلی مهمه میگه من فکر میکنم مهمه که به این موضوع نگاه کنیم بررسی کنیم مخصوصا در شرط فعلی دنیا که شرط خاصی هستیم که حتی موضوع میتونه خطرناکتر هم باشه میگه چیزی ما در اینجا میبینیم اینه که ما اعضای کنگره ای داریم که حالا یا خودشون همسرشون در شرکت های صنایعی سرمایه گذاری کردن که اون صنایع یا شرکت ها از یک جنگ سرد یا یک درگیری جدید سود میبرن and these are the very same people who are making the policies who have a vested interest in stoking those tensions and amping up this new cold war directly benefiting from it و اینا همون افرادی هستن که دارن گذاری میکنن کسایی که در دامن زدن به این تنشها و تقویت این جنگ سرد جدید منافع خاصی دارن و مستقیما از اون سود میبرن and our for our in the of the همزمان دارن امنیت ملی ما و منافع مردم آمریکا رو تضعیف می‌کنن میگن اتفاق درست و درستهش هم داره اتفاق می‌افته که ما مردم آمریکا باید اون رو ببینیم recognize it and bring about an end to this corruption تشخیصش بدیم و یک پایانی برای این اتفاق و این فساد بسازیم i couldn't agree more you can congress men and women making money off guns and butter it's been happening for a long time when you were there were you aware of members of congress maybe seeking office or, um, or using the office to enrich themselves on the side. بیشتر از این نمیتونم باید موافق باشم بله ما مردان زنانی در کنگره داریم که از اسلحه کره میگیرن و این اتفاق مدت هاست که در کنگره داره میفته وقتی که شما قدیم اونجا بودید دیده بودید آدمایی که دنبال این پست بودن یا این اصلا کلا در این پست به این هوا اومده بودن که میتونن در کنارش منافع مالی توپولی به جیب بزنن well as, as you know jesse i mean this, this came up in 2012 when i was running for congress for the first time in campaigning and the, congress passed this thing called the stock act supposedly to try to make it so that insider trading wouldn't be happening in congress however like many of these bills that congress passes that are supposed to police themselves it did nothing at all <laughs> مبارزت انتخاباتی داشتم شرکت میکردم و ولی بار اونجا همچین بحثی مطرح شد و کنگره یه قانونی رو به نام قانون سهام تصویب کرد که ظاهرا سعیش بر این بود که داستان رو یه جوری جلو ببره که معاملات داخلی داخل کنگره اتفاق نیفته که البته مثل خیلی از قوانین دیگه که کنگره تصویب میکنه واسه اینکه مثلا خود کنگره پلیس خودش باشه و نظره حالا داستانای بودار داخلش اتفاق بیفته مثل همیشه اون هم هیچ حرکتی نتونست انجام بده <تصفيق> <تصفيق> اون همزم دارن همین کار انجام میدن تجارت داخلی انجام میدن فقط بهش گفتن که آقا شما باید بگید رو چی سرمایه گذاری میکنید باید به عموم بگید که رو چی سرمایه گذاری کردید Many members of congress aren 't even following that basic transparency requirement, but it has still allowed again they created a loophole for themselves right and they 're exploiting the heck out of it you 're right they don 't have to um, report until like like months later or weeks later right and a lot of them don 't even care to report it at all so <laughs> شفافیت و ترنسپرنسی هستش رو انجام نمیدن بازم برای خودشون یه حفره درست کردن سوراخی درست کردن درست همون سوراخه سو استفاده میکنن مجبور نیستن تا ماها بعد یا هفته ها بعد گزارش بدن بعضی از اینا حتی اهمیتی نمیدن که کلا بیان گزارش کنن بگن چی خریدن چجوری فروختن از کجا وردن خریدن چقدر سود کردن Again. And 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 if they don't, what is it? It's like a couple hundred dollar fine? <laughs> and yet you have certain people making millions of dollars? this is why people are just like, man, how do we take how do we take Congress seriously when they're so blatantly exploiting the system for their own personal selfish benefit? Yeah. آقا ما چجوری میتونیم این کنگره رو جدی بگیریم وقتی که اینا برای منفعت شخصی خودشون اینجوری دارن سوء استفاده میکنن میگه باید محدودیت دوره ها رو دوباره برگردونیم یه راه حلیه که جلوی این اتفاق رو بتونن بگیرن بعدم تشکر میکنه از خانم تولسی گابارد که به برنامه جسی پرایم تایمز اومدش بله اتفاق بسیار بسیار جنجالی که چقدر راحت میلیون میلیون پول میبرن خودمون ما یعنی هرچی بگیم کم، چند چند بار این بحثش بوده ولی حالا دیگه به صورت لایحه داره در میاد و دارن جدیش مبارزه میکنن هیچ کس هم پیدا نمیشه این بره ببین آقا اینو پولا رو کجا دارن میارن یعنی سخت و بدترین حالتش اینه که بعضی از این جنگ اوکراین دارن سود میبرن و به خاطر که دارن سود میبرن نمیذارن تسلیحات ارسال بشه نمیذارن اوکراین وسط نفس بکشه نکنه ورق بازی بخواد برگرده و این اتفاقات تلخی که داره در آمریکا میفته و یه رضاخان میر پنج کم داره که داشتن قدرشون ندونستن ترامپ بود حالا امیدواریم که ترامپ یا دیسانتس حداقل بیان و این نقشه بتونن انجام بدن دیسانتس هم بعد نیست یواش, یواش رو خطش چون کلا آنلاین با ترامپ ترامپ بهش میگه باید چیکار کنه و همون رویه رو داره جلو میبره امیدوارم ازش ویدیوهای خوب چند تا پیدا کردن فرصت کنم ترجمه کنم براتون بیارم اما ممنونم که این اخبار 24 ساعت رو با من بودید امیدوار مورد پسند و رضایتتون قرار گرفته باشه ممنون میشم اگر لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید اگرم تا الان سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب کنید هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید لبتون خندون جیبتون پر پول غم و قصهاتو میخوره فرق سر خامنه و تمام طرفداراش تا درود دیگر بدرود خدا نگهدار